سر خط خبرها. قیمت نفت آمریکا همچنان زیر صفر. ارزش نفت برنت هم یک روز حدود 20% پایین آمد. توقف مهاجرت به آمریکا به دلیل کرونا. دونالد ترامپ میگوید برای حفظ بازار کار و جلوگیری از شیوع ویروس درهای کشور را می‌بندد. ترافیک سنگین در تهران با وجود شعار در خانه بمانیم. وزارت بهداشت میگوید اگر رفت آمد کنترل نشود ممکن است شیوع کرونا سرعت بگیرد. و گزارش سالانه عفو بین‌الملل از وضعیت اعدام در دنیا. ایران احتمالاً بعد از چین بیشترین اعدام‌ها را انجام داده. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سقوط بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی نگرانی از اوضاع اقتصادی جهان رو باز هم افزایش داده. قیمت نفت خام معیار آمریکا دیروز به بشکه منفی 37 دلار رسید که در تاریخ بی سابقه است. علت اون هم کاهش تقاضا برای نفت در شرایط تعطیلی کسب و کارها و کاهش رفت آمد در اکثر مناطق جهان در کنار پر شدن انبارهای نفت است. رئیس جمهوری آمریکا گفته قطع فوری ورود محموله‌های نفتی رو از عربستان به آمریکا بررسی می‌کنه. عربستان و روسیه هم در بیانیه مشترک گفتند برای بازگرداندن ثبات به بازار هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در سئول پایتخت کره جنوبی زندگی بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا به حالت عادی برمیگردد. اما بازار سهام اینجا روزی پرتلاطم را گذراند. سقوط بی سابقه قیمت نفت خام پایه آمریکا نگرانی ها را از چشم انداز اقتصادی جهان افزایش داده. نه تنها اینجا که در بازارهای آسیا و اروپا هم. ارزش سهام اینجا بعد از سقوطی چشمگیر در پایان روز معاملات 1% کاهش داشت. سقوط قیمت نفت پایه آمریکا جهان را شوکه کرده. با کاهش نزدیک به 50 دلار قیمت این نفت برای تحویل در ماه مه به منفی 37 دلار رسید. چیزی بی سابقه در تاریخ بازار نفت. اندرو لیبا کارشناس بازار نفت است. او میگوید آنچه که شاهدش هستیم چیزی است که مدت هاست دربارش صحبت بوده و آن اینکه ذخیره نفت خام در آمریکا به قدری رسیده که دیگر جایی برای ذخیره بیشتر نفت نیست، حتی اگر قیمت نفت به منفی 50 یا 60 دلار برسد. تعطیلی فعالیت های اقتصادی، کسب و کار و قطع رفت و آمد باعث سقوط تقاضا برای نفت خام در جهان و در آمریکا شده، در حالی که تولید همچنان در سطحی بالاست. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است واردات نفت از عربستان را ممنوع کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت بخش مهمی از آنچه که در بازار اتفاق افتاده نتیجه سوداگری معامله‌گران در بازار نفت است. او میگوید قیمت نفت خام برای تحویل در ماه ژوئن حدود 25 دلار است و اضافه میکند که با کاهش تولید نفت عربستان، روسیه، مکزیک و سایر کشورهای تولید کننده و با از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در گوش و کنار جهان و در آمریکا تقاضا برای نفت دوباره افزایش خواهد یافت. وزیران نفت اوپک و سایر تولید کنندگان نفت از جمله روسیه در ویدیو کنفرانس اخیرشان توافق کردند که تولید نفت را حدود 10 میلیون بشکه در روز کاهش بدهند. حدود 10% از تولید جهانی. اگرچه حالا معلوم شده که با سقوط تقاضا این میزان کاهش کافی نیست. امروز روسیه و عربستان دو تولید کننده بزرگ نفت در اطلاعیه مشترکی گفتند برای بازگرداندن ثبات به بازار هر کاری که لازم باشد خواهند کرد. کسرا ناجی، بی بی سی. فرهنگ تاجدین خبرنگار اقتصادی ما اینجا در استودیو با ما هست. فرهنگ، برای خیلی ها شاید این سوال ایجاد شده باشه که چرا نفت آمریکا سقوط اینچنینی رو تجربه کرد اما نفت برنت مثلا تجربه یعنی کمتر سقوط کرد. دلیل این رو اول برامون توضیح بدید. ببین، قیمت نفت طبیعتاً تا حدی تابع عرضه و تقاضای جهانیه، اما اتفاقی که از دیروز شروع شده یه اتفاق محلیه، به این معنی که توی آمریکا قیمت یک سری از نفت‌های آمریکا برای تحویل در یک موعد مشخص، برای تحویل در ماه آینده میلادی، ماه مه،
اینا یه دفعه سقوط شدیدی داشت، بیشتر از بقیه قیمت‌های نفتی که توی دنیا به هر حال توی بورسا خرید و فروش میشه. و چند تا دلیل داره این داستان. دلیل اصلی اینه که خریداران طبیعی این نفت، مصرف کننده های طبیعی این نفت، پالایشگاه ها و غیره، دیگه برای ماه مه احتیاج به این میزان نفت اضافه نداشتن. انبارا هم پر شده و اتفاقی که افتاد این بود که کسانی که حواله های نفت برای خرید در ماه مه رو قبلا خریده بودن یا تولید کننده هایی که تمام تولیدشون برای ماه مه رو نتونسته بودن بفروشن، یه دفعه شروع کردن به پایین آوردن قیمت، به خاطر اینکه واقعیت داستان اینه که اولا شما چای نفت رو مثل شیر آب نیست، نمیتونی ببندی یه دفعه تولیدش متوقف بشه. در ثانی این نفت بعضیشون اصولا اجازه این کار رو هم ندارن، طبق پروانه‌ای که از مقام‌های محلی و فدرال در آمریکا دارن، و این داستانا باعث میشه که براشون به نفعشون باشه که یک پولی هم بدن که یکی بیاد این نفته رو بگیره و احتمالاً بره یه راهی پیدا کنه که از شرش خلاص بشه، مثلا نفتکشی رو بتونه اجاره بکنه و این نفت رو از داخل آمریکا ببره به ساحل، سوار اون نفتکش بکنه و همه اینها هزینه بره. در نتیجه این یک اتفاق یه خورده محلی آمریکا بود که قیمت نفت منفی شد، ولی چیزی که دیدیم اینه که قیمت خیلی از نفت‌های شاخص دیگه هم سقوط کرده. و بیشتر خب میشنیدیم که آمریکا هم عملاً مستقل شده، دیگه واردات نفت اونقدر انجام نمیده، ولی با این اتفاق احتمال اینکه مجبور بشه تولید نفت رو قطع بکنه، یعنی اون روشی که خودشون داشتن شل، احتمال قطع اون وجود داره. ببین دو تا نکته هست. نکته اول این که آمریکا درسته به صورت خالص واردات نداشت، ولی باز هم یه مقداری نفت وارد میکرد و یک مقداری از تولیدش رو صادر میکرد، به خاطر اینکه هر پالایشگاهی هر نفتی رو نمیتونه پالایش بکنه. این یه بخش داستان. بخش دوم داستان اینه که در مورد تولید کننده های شیل، اولا اینا یه سری بیمه دارن در مقابل کاهش قیمت، اما اتفاقی که میفته اینه که اگر این سطح فعلی قیمت ها که الان به حدود زیر بشکه 20 دلار رسیده نفت برنت، حالا باز در طول روز بالا پایین میشه، این قطعی نیست، ولی اگر قیمت‌های نفت در سطح فعلی بمونه، ممکنه سرمایه گذاری در شیل کاهش پیدا کنه و شیل یه نوع نفتیه که برای ادامه تولید شما احتیاج به سرمایه گذاری دارین. در نتیجه این چاهای فعلی اگر که حالا کارشون تا 6 ماه یک سال دیگه ادامه پیدا بکنه، ممکنه از سال آینده میلادی ببینیم که خیلی از این تولید کننده ها تولیدشون کم بشه یا متوقف بشه، که این خواسته دراز مدت خیلی از صادرکننده های سنتی نفت خام از جمله عربستان و بقیه کشورهای عضو اوپک بوده، که خب این اتفاق خوبی میتونه باشه در دراز مدت برای اون کشورها. ممنونم ازت بهنگ تاجین همکارم. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرده هر گونه مهاجرت به آمریکا رو موقتاً ممنوع می‌کنه تا جلوی گسترش شیوع ویروس کرونا و همینطور بالا رفتن بیکاری رو بگیره. همزمان سازمان بهداشت جهانی نسبت به کاستن زودهنگام از محدودیت‌ها در فعالیت‌های اجتماعی هشدار داده و اعلام کرده پایان دادن به قرنطینه باید به صورت تدریجی انجام بشه. در بریتانیا هم اداره ملی آمار اعلام کرده شمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا احتمالاً بسیار بیشتر از ارقامی است که وزارت بهداشت اعلام کرده. مهرداد فرهمت گزارش میده. برگرد چین، فریاد زن آمریکایی معترض به قرنطینه بر سر پرستار حامی قرنطینه در شهر دنور، ایالت کلرادو آمریکا. این نما که کاربران سراسر جهان مجازی هم رسانیش می کنند، چهره ای از آمریکایی است که دونالد ترامپ برای انتخابات پاییز پیش رو رویش حساب می کند. توییت او درباره اینکه درهای ایالات متحده را می خواهد به روی مهاجران ببندد، در همین راستا ارزیابی می شود. به شمار تظاهرات علیه قرنطینه در گوشه و کنار آمریکا پیوسته افزوده می شود. آقای ترامپ هم تشویق و تحسینشان می کند. برای او اقتصاد حرف اول را می زند. راهکارش برای اقتصاد این است که مردم هر چه زودتر سر کارشان برگردند. همین چیزی که این تظاهر کنندگان می خواهند. دونالد ترامپ در توییت خود گفته که هدفش از بستن باب مهاجرت
حفظ بازار کار برای آمریکایی‌ها نیز هست. انگیزه این تظاهرکنندگان نیز ترس از بیکاری و بیپولی است. در همین ایام قرنطینه 20 میلیون نفر در آمریکا اعلام کردند که کارشان را از دست دادند. تقریبا معادل همه فرصت‌های تازه شغلی که در 10 سال گذشته در آمریکا به بازار کار افزوده شده. فعلا بحث حقوقی جریان دارد که آیا اصلا رئیس جمهور قانونا میتواند فرمان جلوگیری از مهاجرت را ولو موقتا صادر کند؟ آنچه به کمک دونالد ترامپ می آید وضعیت اضطراری بهداشت کشور است که قانون را در آن می توان قانونا نادیده گرفت. با همین اختیارات وضعیت فوق‌العاده است که در دوران کرونا هزاران مهاجر غیر قانونی را لب مرز مکزیک برده و گفتند به سلامت. مرتضی فرهمند، بی بی سی. وزارت بهداشت ایران به مردم هشدار داده جو زده نشن و شعار در خانه بمانیم رو جدی بگیرن. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته ویروس کرونا هنوز کنترل نشده و اگر میزان رفت و آمدها کنترل نشه شیوع دوباره سرعت میگیره. طبق آمار رسمی در 24 ساعت گذشته نزدیک به 1300 مورد ابتلای جدید شناسایی شده و 88 نفر دیگه هم به دلیل ابتلا به این ویروس جانشون رو از دست دادن. به این ترتیب شمار کلی مبتلایان به بیش از 80 هزار نفر و شمار قربانیان به حدود 5300 نفر رسیده. هرچند که مسئولان غیر دولتی و منابع محلی شمار واقعی رو خیلی بیشتر میدونن. سیاوش اردلان گزارش میداد. ترافیک تهران مثل همیشه سنگین است. انگار نه انگار که در میانه بحران شیوع ویروس کرونا هستیم. در کشاکش جهانی دولت‌ها بین حفظ سلامت عمومی و سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در ایران دومی برنده شده. دولت رسماً می‌گوید هدفش تأمین هر دو هدف است. از یه طرف به خاطر معیشت و اقتصاد مردم دولت مجبور بازگشایی ها رو بکنه، از این طرف مردم نباید جوزده بشن. در اینجا جوزدگی یعنی عادی فرض کردن شرایط، کاری که خودداری از آن در محیط‌های پر ازدحام شهری عملاً شدنی نیست. درست. حالا باید اینجا که جا خالیه بشه. یعنی به نظر شما ویروس اینطوری میاد میره؟ در بعضی مراسم و تشریفات رسمی کشور فاصله گذاری اجتماعی به شکلی نمادین رعایت می‌شود. ولی نمادین چون برای حفظ ظواهر است. نه اینکه همیشه و همه جا در طول این مراسم. مثلا مجلس ایران که رئیسش علی لاریجانی هنوز با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، نمونه خوبی از فاصله گذاری اجتماعی در ایران نیست. نگرانی دیگر از شروع سفرها و سیاحت‌های مردم بین استان‌هاست که از دیروز شروع شده و مخصوصاً باعث نگرانی مسئولان استان‌هایی مثل مازندران شده است. مناطقی که خاطرات تلخ اسفند ماه را به یاد دارند. یکی دو روز گذشته و مخصوصاً امروز ما اخبار بدی رو داشتیم از بابت تعداد و میزان حضور و به اصطلاح ترافیک سنگینی که در بعضی از محورهای ما ایجاد شده و این واقعاً ما رو نگران میکنه. خواهش میکنیم که بالاخره همینطور وضعیت رو غیر عادی بدونن و باز توصیه میکنیم و تاکید میکنیم که تشریف نیارن تو استان مازندران. سه استان که مهمه و ما نگرانشون هستیم، اتفاقا مقصد گردشگری هم هستن، استان مازندران، اردبیل و آذربایجان غربی. پلیس راه میگوید در طول فروردین ماه محدودیت‌های سفر نه فقط باعث جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شد، بلکه 600 نفر نسبت به سال گذشته کمتر در جاده‌های ایران کشته شدند. 600 نفر که تقدیر آنها به خاطر بحران کرونا این بود که زنده بمانند، ولی حداقل 5297 نفر که طبق آمار رسمی دولت تاکنون جانشان را به خاطر کرونا از دست دادند. هرچند خیلی از مسئولان غیر دولتی و منابع محلی معتقدند شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر است. سیاوش اردلان، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به مهمترین عناوین خبری این روز. قیمت نفت خام آمریکا همچنان زیر صفر است. قیمت نفت خام برنت هم یک روزه حدود 20% پایین آمده. در پی ترافیک سنگین در تهران، وزارت بهداشت گفته اگر رفت و آمد کنترل نشود، وضعیت شیوع کرونا به حالت قبل برمی‌گردد. در ادامه این برنامه،
کابوس کرونا به خوابهای شبانه نفوذ کرد. ده‌ها زندانی در زندان پل چرخی کابل اعتصاب قضا کردند. آنها میگویند طبق فرمان رئیس جمهوری باید آزاد می‌شدند، ولی این دستور عملی نشده. چندی پیش محمد اشرف غنی فرمان آزادی 10,000 زندانی آسیب‌پذیر در برابر ویروس کرونا را صادر کرد و تا الان حدود 6,000 نفر آزاد شدند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. این زندانی‌ها ادعا می‌کنند پای کرونا به زندان رسیده و بودن در اینجا خطرناک است. حرفی که وزارت صحت بهداشت هم گفته زندان خطرناکترین محل برای انتقال ویروس کرونا است. اینها میگویند بر اساس فرمان رئیس جمهوری درباره آزادی 10,000 زندانی آسیب پذیر باید رها شوند، اما این فرمان سلیقه‌ای تطبیق می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرمان ریاست جمهوری شامل حال زنان، اطفال، بیماران صعب العلاج و افراد بالای 55 سال می شود، نه مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی. ریاست محابس درباره وضعیت این زندانی ها به سوال خبرنگاران پاسخی نداده. در بیرون از زندان آمار افراد مبتلا بیشتر شده، حالا رسیده به 1,092 نفر در سراسر کشور. به احتمال زیاد فردا این عدد بیشتر شود. خبر خوش وزارت صحت این است که در یک شبانه روز گذشته هیچ واقعه فوتی ثبت نشده. رقم جان باختگان همان 36 نفر دیروز است. تعداد بهبود یافتگان افزایش یافته به 150 نفر. در ارگ ریاست جمهوری، جایی که دست کم 20 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند، آزمایش کرونای آقای غنی و خانومش منفی اعلام شده. سخنگوی او گفته آزمایش به درخواست خود آنان انجام شده و رئیس جمهور سالم است. موضوع نگران کننده برای بسیاری در روزهای گذشته کمبود کیت‌های تشخیص ویروس کرونا بود. حالا وزارت صحت میگوید 5,000 کیت تازه دریافت کرده. علی حسینی، BBC، کابل. سازمان عفو بین الملل میگوید بین کشورهایی که آمار اعدامهایشان را جمع‌آوری کرده، ایران و عربستان سعودی در سال 2019 بیشترین شمار اعدام‌ها را داشتند. این گروه تخمین زده که بیشترین موارد اعدام در چین اتفاق می‌افته، کشوری که احتمالاً 1,000 نفر را در یک سال اعدام کرده. به گفته عفو بین الملل، شمار موارد اعدام در اکثر کشورهای دنیا رو به کاهش است، هرچند که کشورهایی نظیر عربستان، عراق، یمن و سودان جنوبی شاهد افزایش موارد اعدام بودند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل از لندن با ما هست. خانم بحرینی، به نوعی آمار جدید نشون میده که تعداد کل اعدام‌ها داره کمتر میشه، اما در عین حال بعضی کشورها دارن بیشتر اعدام میکنن. چه نگاه کلی وقتی به این آمارها شما میکنین، چه نتیجه هایی میشه گرفت؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، همونطور که اشاره کردین روند جهانی در خصوص مجازات اعدام روند نزولی و بنابراین دلگرم کننده، بیش از نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام رو به طور کامل برای تمام جرایم لغو کردن و بیش از دو سوم کشورهای جهان این مجازات رو به طور قانونی یا در عمل کنار گذاشتن. مجازات اعدام در سال 2019 فقط توسط 20 کشور اجرا شده و 86% از کل اعدام‌های صورت گرفته فقط توسط 4 کشور، ایران، عربستان سعودی، عراق و مصر صورت گرفته. البته این بدون احتساب چینه که دسترسی به آمار در خصوص این کشور ممکن نیست. بنابراین کشورهای مثل ایران که همچنان از مجازات اعدام در ابعاد هولناک استفاده می‌کنن، جزء یک اقلیت کوچک در جهان هستند و عفو بین‌الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که فشارهای خودشون رو به روی این اقلیت ادامه بدن تا اونها هم به این موج جهانی بپیوندن و این مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی برای همیشه در سراسر جهان متوقف بشه. اگر بخوایم آمار و ارقام رو مقایسه بکنیم مثلا با سال گذشته یا با نمونه مشابه در سال گذشته، آیا ایران تغییری کرده جایگاهش و تعداد اعدام شده ها یا نه؟ ایران همچنان با 251 مورد اعدام دومین کشور در جهان و در خصوص اعدام و عربستان
حدودی با 184 مورد اعدام در جایگاه سوم قرار داره. وضعیت ایران از نظر تعداد با سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و فقط 2 مورد کاهش داشته و روند نزولی آمار اعدام از سال 2017 در ایران ادامه یافته به دلیل اصلاح قانون مبارزه با جرم مواد مخدر. اگر یادتون باشه در سال 2015 آمار اعدام در ایران نزدیک به 1000 مورد شد و این باعث اعتراضات گسترده بین المللی شد و از اون زمان فشار بیشتری روی ایران وارد شد که قانون مبارزه با جرم مواد مخدر را عوض بکنه و با اصلاح این قانون ما الان شاهد کاهش آمار در ایران و همینطور در سطح جهان هستیم که بخشش به خاطر ایرانه. متاسفانه در عربستان سعودی ما شاهد افزایش اعدام بودیم و همینطور در عراق آمار اعدام 2 برابر شد و این به همین دلیل در واقع در منطقه خاورمیانه وضعیت چندان امیدوار کننده نبوده، ولی در سطح جهانی وضعیت دلگرم کننده یه و بنابراین میشه امیدوار بود که این روند ادامه پیدا بکنه به سوی لغو مجازات کامل اعدام. ممنون از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. وکیل نازنین زاغری ردکلیف به خبرگزاری ایلنا گفته با تمدید مرخصی خانم زاغری تا پایان اردیبهشت موافقت شده. محمود بهزادی راد میگوید با توجه به اینکه فقط 11 ماه از اجرای حکم نازنین زاغری ردکلیف باقی مانده، او مشمول عفو میشود، ولی تا کنون نام خانم زاغری در لیست عفو شدگان نبوده. طبق دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، کسانی که کمتر از 1 سال از مدت حکم زندانشان باقی مانده عفو میشوند. نازنین زاغری نزدیک به 4 سال است که در ایران به جرم جاسوسی زندانی است، اتهامی که او و خانواده‌اش رد میکنند. مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم سالانه در فروردین ماه امسال به 32.2% رسیده. به گفته این نهاد نرخ تورم نقطه به نقطه هم به کمتر از 20% رسیده. این در حالی است که 2 هفته پیش بانک مرکزی ایران نرخ تورم اسفند 1398 رو 41.2% اعلام کرد که 6% بیش از رقم اعلام شده مرکز آمار بود. شایان سعیدپور که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، صبح امروز در زندان سقز در استان کردستان ایران اعدام شد. او یکی از 10 نفری بود که 8 فروردین از زندان سقز فرار کرده بود ولی مجدداً دستگیر شد. پدرش میگوید دادستان سقز بر اعدام پسرش پافشاری کرده بود. طبق کنوانسیون حقوق کودک ایران در سال 1372 رسماً به آن پیوست، اعدام کودکان مجرم ممنوع است. مسئول سازمان حقوق بشر آلمان به دلیل این اعدام شدیداً به ایران اعتراض کرده است. کره جنوبی شایعه وخامت حال کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پی یک جراحی قلب رو تکذیب کرده. بعضی رسانه‌ها گزارش کرده بودند که آقای کیم دچار مرگ مغزی شده و بعضی هم گفته بودند که او دوران نقاهت پس از جراحی رو سپری می‌کنه، ولی دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی میگه هیچ نشانه‌ای از اینکه رهبر 36 ساله کره شمالی بیمار باشه وجود نداره. قبلا هم اخبار مشابهی درباره سلامت رهبر کره شمالی منتشر شده بود که بعدتر تکذیب شد. محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید به 21 ماه زندان و 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. آقای صادقی گفته این حکم به دلیل شکایت رئیس پیشین قوه قضاییه صادر شده و او درخواست تجدید نظر کرده. محمود صادقی سال 95 از صادق لاریجانی خواسته بود که درباره موضوع واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های قوه قضاییه به حساب‌های شخصی خودش توضیح دهد. مطابق قوانین ایران نمی‌توان نمایندگان مجلس را بابت انجام وظایف نمایندگیشان تحت تعقیب قرار داد. شیوع ویروس کرونا و نگرانی از این ویروس و اینکه خودمون بگیریم یا عزیزانمون به اون مبتلا بشن، قرنطینه و بحران اقتصادی از طرف دیگه خواب رو از چشم خیلی‌ها در گوشه و کنار دنیا رو بوده. خیلی‌ها هم میگن وقتی که خوابشون میبره یا کابوس میبینن یا خوابهای عجب و عجب. یک استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد توضیح میده چرا. یه دفعه یه سوراخ تو دیوار ایجاد شد. یه دفعه دست آدم دورامو گرفتن، حرف نمی زدن، بی احساس به نظر می اومدن و یه دفعه شروع کردن به سرفه کردن تو صورت من.
خواب دیدم که وارد یه جلسه زوم اشتباهی شده بودم. همه گیج شده بودن. خیلی خجالت کشیدم. این اتفاق چند بار تکرار شد. بالای یه تپه بودم و شوهرم پایین تپه. یه گرگ به بزرگی اونی که تو بازی تاج و تخت هستش پرید روش رو بازوش رو گاز گرفت. وقتی خوابی شبیه این میبینین میتونین بهش توجه نکنین یا بهش بخندین. اما این یکی خواب خیلی آشفته‌ای بود. مردم خواب میبینن که خودشون، بچه هاشون یا والدینشون ویروس گرفتن. خوابهایی میبینن که استعاره از ویروسه. خیلی ها خواب میبینن دسته دسته حشره داره میاد سمتشون، چون حشره تداعی کننده عفونته. خواب جزرومد یا گردباد میبینن، یا اینکه اپرا وینفری با اره برقی دنبال مردم میکنه. فکر میکنم دلایل مختلفی داره. اول اینکه بیشتر مردم بیشتر وقتها کمبود خواب دارند، اما حالا افراد بیشتری خواب کافی دارند. مهمترین دلیل اینکه خوابهامون یادمون میمونه اینه. بیدار شدن بدون زنگ ساعت هم میتونه احتمال به خاطر آوردن خوابها رو بیشتر کنه. دلیل سوم تأثیرات روانیه. تحقیقات نشون میده که با هر تغییر بزرگی در زندگی یا دوره‌ای که افراد احساسی تر هستند بیشتر خواب میبینند و خوابهاشون شفافتره. کابوس ها ارتباطی قوی با اضطراب روزمره دارند. بهترین راه برای تغییر محتوای خواب این نیست که کابوس نداشته باشید، بلکه به خودتون بگید چه رویاهایی میخواید داشته باشید. میخواید درباره شخص یا مکان خاصی خواب ببینید. وقتی داره خوابتون میبره، به خوابی که دوست دارید ببینید فکر کنید. شاید بد نباشه اگر خوابی رو مرتب میبینیم یا به هر حال در این دوره داریم زیاد خواب میبینیم، ما هم یک هشتگی بذاریم و شروع کنیم اونها رو بنویسیم، با هم به اشتراک بذاریم. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.